مامان خواهش میکنم صبر کن. این کارشون بیادبیه، میخوان ما رو بچاپن. لطفا از کوره در نرو، ما به پولشون احتیاج داریم. دارن پول میدن یا دارن دزدی میکنن؟ خب پس چی کار کنیم؟ یه شرکت دیگه پیدا میکنیم. مامان وقت نداریم، کمونده که این یارو بمب بتره که گزی داره یه کارایی میکنه، اگه دستمون رو بشه چی؟ دارین از موقعیت ما سوء استفاده میکنی، این کارتون کلاهبرداریه. استیو به 80 میلیون راضی کردم. راضی کردین؟ خیلی خوبه. بهشون بگین رقمی کمتر از 150 میلیون از ذهنشون نگذره. 85 تا. 125 تا. 100 میلیون. 125 میلیون در ضمن باید همین الان امضا بشه. شما به حد کافی قیمت رو پایین آوردین و وظیفتون رو جلوی رئیستون انجام دادین. اگه بخواین میتونین راضیش کنین. قبوله. 125. امکان نداره قرارداد امروز امضا کنیم، چون استی فردا صبح میرسه اینجا. تا فردا صبح چه گارانتی به ما میدین؟ ما از کجا بدونیم دوباره نمیزنین زیر حرفتون ها؟ استیو با زبون خودش به ابرو خانم گارانتی میده. هلو استیو، I'm listening. سلام، من کوزای تکین اوغلام دستیار براک، میشه با آقای ایکوت صحبت کنم؟ سلام، من کوزای تکین اوغلام دستیار براک، میتونم با آقای عمر صحبت کنم؟ سلام، من دستیار براکم، میتونم با ملتم خانم صحبت کنم؟ بله، تا وقتی بیمارستانن من کاراشونو دنبال میکنن، میتونین با من تماس بگیرین. چون دستیارشونم خواستم که تک تک اعضای هیئت مدیره رو بگیرم. بله، دستور خودشون. بله، من دستیارشونم. خوش اومدین قربان. صبح بخیر. بفرمایین آقای راجی. منتظر من بودید؟ بله، قرار مصاحبه کار داشتم. که اینطور، چند لحظه منتظر باشی. بله حتما، من صداتون میکنم. سیدیمو جا گذاشتین. ببخشید آقای راجی، نمیدونستن چه پستی رو به شما بدن. یه کادر طراحی داشتیم، فکر میکردیم اونه. متاسفانه ظرفیت حسابداری شرکتمون پره. نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. آقا اگه جمره خانم نامزد قبلی آقای گنی بود، باریش باش ازدواج نمیکرد. لابد یه چیزی هست که همه دارن تو شرکت و این ور اون ور راجبشون حرف میزنن. مطمئن باش. Thank you.
مطمئن باش. اگه حقیقتا باشه که چیزی نمیگه، دوست چند ساله جمره خانومه. عکس العملش در مقابل نور طبیعیه. یه نوار مغزی ازش بگیرین. ضربان قلبش هم خیلی زود کنترل کنید. مقدار آرام بخش هم کم کنید. بله دکتر. آقای ووراک صدای منو میشنوید؟ حالتون رو به بهبودیه، ولی باید استراحت کنید. یه خبر خوب، دیگه لازم نیست عمل جراحی بکنید. آقای ووراک صدامو میشنوید؟ ونوس خانم. سلام. خیر ایشالله. آقای بوراک صدامو میشنوی؟ اینجا بیمارستان آقا بوراکه؟ بله. ای به خدا، خیلی وقت تو فکرشون بودم. قسمتو میبینین؟ منم اومده بودم قهوه و آب بگیرم برم تو اتاق، تا دیدمتون گفتم این ونوس خانم یا نه که شما بودین. شما برای چی اینجا هستین؟ ما برای ابرو خانم. ابرو خانم چه خبر شده؟ نپرسین، بچهش مرد. عزیزم مامان، بچه‌مو ازم گرفتن. چه اتفاقی افتاد؟ دیگه من بچه ندارم. بازم بچه دار میشی؟ خودتو ناراحت نکن، خواهش میکنم. منم همینو میگم، دوباره بچه دار میشین به خدا. چند دقیقه پیش با دکترش صحبت کردم، به رحمش آسیب رسیده. حتما حکمتی داشته پسرم، هنوز جوونین، خدا بزرگه. چرا فوراً به ما خبر ندادین گنی؟ منم تو شوک بودم. به خدا هممون شوکه شده بودیم، یعنی دست و پامونو گم کرده بودیم. من یه سر برم بیرون، چیزی لازم ندارین؟ چای، قهوه، چیزی میل دارین؟ نه خیر. پس من بیرونم. چطور شد؟ حسنت بپرس. بانو، امروز کل استانبول دارن از زندگی خصوصی سینانه را صحبت میکنن. تو چه بد فرضیتی هستم، خدا لعنتشون کنه. به خاطر اون بچه‌مو از دست دادم، خیلی شوکه شدم. بانو تو فقط میخوای منو ناراحت کنی نه؟ میخوای عذاب وجدان بگیرم؟ هدفت چیه؟ ناراحت نشو، ولی وقتی باهات ازدواج کردم حدس نمیزدم برادرت با نامزد قبلی من ازدواج کنه. حتی از ذهنم هم نمیگذشت. منم به اندازه شما بی تقصیرم. میخواستم این موضوع رو یادآوری کنم. بله، برای سرعت عمل بخشیدن. دقیقاً اینطوره آقای احسان. برای اینکه بازرسی رو جلوتر بندازیم باید تعداد راه‌ها زیاد باشه، به خاطر همین مزاحم شما شدیم. بله، خواستیم قبل از عرضه عمومی محکم کاری کنیم، بهتره بازرسی زودتر انجام شه که خیالمون راحت بشه. خیلی ارادت دارم جناب، به امید دیدار منتظر خبرتون هستم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. تا کی میخوای به خاطر جمره بیای در خونه و مشکل درست کنی؟
چی داری میگی تو؟ به هیچ کس احترام نمیذاری، کسی واسط مهم نیست، منابت اینه. چرا مزخرف میگی؟ به آرزوز رسیدی پسر. ببین سیمای همه زندگیمو پخش کرده تو اینترنت، خوب نگاه کن. آره برای سیمای هم مهم نیستی، شو میتونه هر کاری کنه، تو باهاش کاری نداری، با تو کاری نداره. تو جمره رو که میبینی همه چیزو فراموش میکنی، حتی انتقامو. بنام کن، بنام کن. یه بار دیگه اسم جمره رو بیاری میکشمت. میتونی این اتفاق چقدر برام که اون تموم شد؟ به خاطر اون سیمای بانو بچهشو سخت کرد. خدا لعنتت کنه، بازم به من ضرر زدی. آره برو سرتو بنداز پایین و برو. تو از زندگی من چی میخوای؟ تو داری چه غلطی میکنی؟ کوزی! 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 کوزی نمیشنوی؟ وایسا اینا چی هن؟ اینا چی هن؟ با تو هم شماره اعضای هیئت مدیره. به درد چی میخوره این لیستا؟ وایسا ولی از سر برم پیش سیمای حسابشو بذارم کف دستش بعد میگم. کوزی! آقای کوزی نظرتو در مورد خبرهای امروز چیه؟ برو برادر من برو. آقای کوزی نمیخواین این حرفی بزنین؟ چرا حرفامو میزنم، میخوام همتونو یه جا جمع کنم. عجله نکنید. میشه خواهش کنم الان بگی؟ میخوام سوار تاکسی بشم. آقای کوزی واقعیت داره؟ کجا برم؟ برو برادر من عجله دارم، زود باش. سیمای، سیمای در وا کن، سیمای در وا کن، سیمای من اومدم، در باز کن، باز کن عوضی. داداش آرومتر کمشا، برو خونت کمشا. کدوم کوری رفتی؟ فرار کردی نه؟ داداش آروم باش میگم. برو یه کلید ساز بیار، زود باش برو. برو چرا وایستادی؟ بگو کلید ساز بیار. اینجا رو خالی کردم. اه اه اه. از این به بعد دیگه نمیتونه اینجا بمونه. اه اه اه. بذار سیمای خانوم بیان دیگه. چی میگی تو؟ اجازه نداره پاشو بذاره اینجا. اینجا رو من اجاره کردم، خودم هم تصمیم میگیرم. از این به بعد سیمای خانوم اینجا نمیمونه. دیگه اجازه نداره پاشو بذاره تو این ساختمون. شما هم شاهد باشین، این خط اینم نشون. اگه پاشو بذاره تو این ساختمون پوست سرش میکنم. به جون عزیزم قسم میخورم، پاشو اگه بذاره تو این ساختمون خودم با دستای خودم میکشمش. شما هم حواستون باشه، هنگه دیدینش این حرفمو بهش بگین، باشه؟ نمیخوام دیگه اینجا ببینمش. حالا بری خونه هاتون. تو چرا بایستادی؟ میگه برای خونه هات، برای خونه هات. ای بابا بگیر، نمیخواد. جمره میگم سب کنیم بارش بیاد بعدم بریم، نمیشه که همینجوری را بیافتیم بریم. وایسم بیاد بیرونمون کنه. بعد این اتفاقا هیچ کس سرومون نگام نمی کنه، نه بانو نه ابرو خانوم، مخصوصا اون هندان خانوم که دم به دقیقه میگه بچه به خاطر تو مرد. تو هم باید جوابشونو بدی دیگه. خب خودشون که همه چیو میدونستن، مگه نمیدونستن قبلا با گنه نامزد بودی؟ البته نامزد که چه عرض کنم، اسمش نامزد بود. مگه تو خواستی تو این خونه زندگی کنی؟ مگه تو خواستی تو اون شرکت کار کنی؟ مگه باریش استخدام نکرد؟ اونا استخدامت کردن دیگه. میدونی که تو روزنامه چی نوشتن؟ نوشتن کل محله اسکودار اسباب کشی کردن امارت سینانرا. دروغه مگه مامان؟ گیریم که اصلا راست باشه. اصلا به مردم چه؟ اصلا هر کاری دوست داشته باشی میکنیم، به کسی چه ربطی داره؟ خوش اومدین باریش خان. خیلی ممنون.
باریش اومد. جمره خواهش میکنم زرتی بهش نگو که میخوای بری. باشه وایسا اول گوش کنیم ببینیم چی میگه. منم داشتم میامدم پیشت. سلام. خوش اومدین. شما هم خوش اومدین. بانو چطوره؟ بچهش افتاد. فهمیدم. الان تو بیمارستان تحت کنترله. دکتر خودش هم اومده پیشش. بابای ونوسه؟ آره. اون باید حالشو خوب بکنه. میدونم. آقا باریش خیلی ناراحت شدم. ایشالله زودتر خوب بشن. کی از بیمارستان مرخص میشه؟ نمیدونم کی مرخص میشه ولی بعدش قراره با گنی برم به یه مسافرت طولانی خارج از کشور. چقدر خوب، حال هواش عوض میشه. اینطوری دهن مردمم بسته میشه. باریش من راستش انگار همه چی آروم شده. یعنی به خاطر این خبرای دروغ و مسخره باعث شد که بچه ی بانو بیفته، برای همین بیخیالش شدن. بله واقعا اینطوری شده. یعنی اگه دروغم نباشه، خب منظورم اینه که موضوع رو خیلی بد مطرح کردن، تبدیلش کردن به یه موزل خیلی خیلی بزرگ. قبل اینکه شما بیاین من داشتم همینو به این جمره میگفتم. همینو میگفتم یا نه جمره؟ خب بعدش چی شد؟ ببخشید خانم، چمدونا رو بذارم تو ماشین خودتون یا ماشین آقا باریش؟ فعلا هیچ کدوم، بعدا خودم بهت میگم. چشم آقا. من فکر کردم یه مدت پیش مامانم بمونم بهتره. اشتباه فکر کردی. الان بیشتر پیش هم باشیم بهتره، مگه نه؟ آره، منم چند دقیقه پیش همینو بهش گفتم. از خودش بپرسین، ولی چه فایده داره؟ حداقل تا وقتی بانو حالش خوب شه. میگم نه جمره، تو باز میخوای بریاره؟ الان باید اینجا بمونی، باید بیشتر کنارم باشی، باید دستمو بگیری. از لج همه ی حرفایی که در اومده باید شونه به شونم را بری. حتی باورت نمیشه ولی کوزایم باید در کنارم باشه. اوه اینطور نیست؟ اینو نمیدونم راستش. واسه اینکه دهن مردم رو ببندیم باید تکین اغلو و سینه را با هم دیگه باشن. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ پس بهتر این کارو بکنی. میخوای بهشون بگی یا نه؟ خودم بگم. راست میگه. من میرم تو اتاقم. من احتمالاً واسه نهار نمیمونم آقا باریش، شاید برم. حالا شما بفرمایین، من بعداً میبینمتون. حالا کینو دعوت کرد. خوب شد دیگه، ببین همه چیز درست شد. دخترم تنها رایی که میشه دهن مردم رو بس همینه. باریش راست میگه. باید به این اسارت تن بدم. چی؟ هیچی مامان، میرم چمدونم رو خالی کنم. وایسا منم کمکت کنم. نه نه نمیخواد، تو بشین سر جات. چرا دیر اومدی؟ بانو سراغتو میگرفت. شرکت بودم. ببین گنی، بانو چون تو رو به حد کافی کنارش نمیبینه دچار کمبود شده، وگرنه جمره و کوزه یا این حرفا بهانه است. این یه موضوع بین من و بانو ابرا خانم. من یه سوال دیگه ای ازتون دارم. میشه به من بگین تو شرکت چه خبره؟ متوجه نیستم. در ضمن طرز حرف زدنت قشنگ نیست. ولی من اگه نتونم چطوری جلوی کوزه رو بگیرم؟ حداقل اینو بگی. کوزه باز داره چیکار میکنه؟ اتفاقا اینجاش شما میتونین. باریش میدونه، بانو میدونه، حتی کوزهی هم میدونه، ولی من متاسفانه نمیدونم. تو هنوز از شوک در نیومدی، یکم استراحت کن، برات خوبه. چند تا از عضوهای هیئت مدیره تصمیم گرفتن روز بازرسی رو جلو بندازن. چرا؟ جلسه خواستن. کوزه چون دستیار براکه به تک تکشون زنگ زده این تصمیم رو گرفتن. حتی فکر میکنم شما هم این قضیه رو تایید کردین. چه خبره ابرو خانم؟ کوزه چی رو میدونه؟
کوزهی داره کارش خوب انجام میده. آفرین. نگران نباش، ما هیچ مشکلی نداریم. اگه جلو بندازن به نفع ما میشه. ولی گنه جان تو بازم مراقب کوزهی باش، نظر تو هر چیزی دخالت کنه، شرکا رو به استرس نندازه. تنها چیزی که ازت میخوام فقط همینه. فهمیدم، نمیخواین توضیح بدین؟ نره، چون چیزی برای توضیح وجود نداره. تو به فکر بانو باش و سعی کن کنارش باشی تا خوب شه. سعی کن حاشیه ها رو از خودت دور کنی. حالا بیا، میخوام وقتی بیدار شه تو رو ببینه. بله کمیسر. کاغذ خودکار دم دستت تکین اغلو؟ پیدا کردی؟ ها؟ به خدا تا یه دونه ای کمیسر. خیلی مردی داداش. نمیخواد زبون بازی کنه. یادداش کن بینیم بابا. بگو مینویسم. جای زنه رو پیدا کردم. ها؟ خب؟ آره، انگار یه رئیس هم داره که امروز اومده. اسمش استیوه. فامیلیشم استیو؟ چی؟ میتونی اسپلش کنی؟ اسپلش کن برام. آها فهمیدم، باشه. استیو نیوکم. فهمیدم چی گفتی، رئیسشه؟ آره، انگار طرف رئیسه. الان آمارشو در آوردیم. عالیه. حالا که رئیسشم اومده پس میخوان کارو تموم کنم. میخوای چی کار کنی؟ هیچی دیگه، فقط میخوام عکس اینا رو با هم دیگه بگیرم. آی چی کار داری میکنی؟ چرا این کاری کردی؟ ولم کن کامل. چرا این کاری کردی؟ خفه شو وگرنه خفت میکنم. چی کار میکنی؟ لعنتی همه چی رو تعریف میکنم. باید بگی که کار تو بوده. عوضه چی داری میگی؟ چرا اون خبر تو اینترنت پخش کردی؟ گفتم ولم کن، دیوونه، ثابت کن. اگه میتونی ثابت کن. باید از زبون خودت بشی. باید بری به همه بگی که کار تو بوده. آوازی، کی حرفاتو باور میکنه؟ برو بگو. من بهت زنگ میزنم، بانو رو سپردم دستت. باشه، چشم. از الان خسته نباشی، مواظب دخترم باش. الو باریش، خبرها رو شنیدی؟ هیئت مدیره میخوان تاریخ بازرسی رو بندازن جلو. فردا اول وقت باید امضاها رو بزنیم. زنگ بزن به ملدا بهش خبر بده.
چیه؟ معذرت میخوام. میدونم امروز روز بدی داشتی. واقعا خیلی ناراحت شدم. شر رو تا زندگیم کم کن. ببین قضیه بچه فرق میکنه. خیلی ناراحت شدم. از ته دل بهت میگم. امروز نباید بهت گیر میدادم. به خاطر همین واقعا ناراحتم. ولی تو هم نباید اون حرفا رو میزدی. بگذاریم بانو چطوره؟ خوبه؟ چیه؟ چی شده؟ مهربون شدی؟ سیمای کتک زدی آروم شدی؟ نه بابا، سیمای گروش گم کرده، پیداش نیست. اه؟ حالا باید این قضیه رو خودمون جمع و جورش کنیم. فردا باید با خبرنگارا یه مصاحبه کنیم. چی؟ من و تو جلی خبرنگارا؟ عمرن نمیشه. خودت میدونی. ولی من ترجیح میدم تو هم باشی. کسه چرت و پرت نگو، مباده بخوای تو شرکت این کار. پسر تو شرکت چرا این کار کنم؟ دیوونه ای مگه؟ تو هتل دعوتشو میکنم این دوستای خبرنگارمونا، بعد رو در رو به همشو میگم که دوستای عزیز، این خبرای مزخرفی که در اومده حقیقت نداره. میفهمی که چی میگم؟ من جا و ساعتشو فردا بهت میگم. دیگه مشکلی وجود نداره. بایستا ببینم یه لحظه. یعنی منو تو بریم یه چه مصاحبه کنیم، تو یه مش چرت و پرت بگی، بعدش هم کند بزنی به همه چی؟ آره اینو میخوای؟ اینجوری میخوای همه چیزو درست کنی؟ آره اعتماد کن. واسه یه بارم شده اعتماد کن به کوزه تکین اغلو. نه بابا، یک کلمه هم نمیگم. قول بهت میدم یک کلمه هم حرف نزنم، نمیزنم زیر حرفم. تو حرف بزن، من فقط تایید میکنم. هر چی میگی میگم همونه. قبوله؟ نه. خیلی خب، پس من خودم میرم باهاشون مصاحبه میکنم. واسه این مبادا این کارو بکنی ها. پس دیگه ناراحت نشو گنه جون، من این کارو میکنم. خواستی میای نخواستی هم نمیای، تصمیم با خودت برادر من. فعلا خداحافظ. وایسه یه لحظه ببینم، قد نکن. من جاشو مشخص میکنم. باشه، هر جا که من گفتم میریم. نه نمیشه برادر من، من خودم میگم. تو به من اعتماد کن. فردا میبینمت. الو کوسه. من اومدم زینب. زینب؟ زینب؟ دخترم کجایی؟ چی شده زینب؟ نکنه افتادی؟ چی شده؟ بگو ببینم. نه بابا، هیچی نشده، فقط افتادم. جلوی در پام پیچ خورد و افتادم. ای وای عزیز دلم، وای سه ببینم. بابا جونم هیچی نیست، مرسی، ولش کن. باشه. باشه، خیلی ممنون، مرسی. نه نه، من هنوز خونه مامانم اینام. چمدونامو میبرم ولی دیر میام، الان دارم میرم سر کار. باشه باشه، خودم زنگ میزنم. مرسی مرسی. اگه اون دوباره اومد اونجا یه وقت بهش نگی با من صحبت کردی. باشه، خبر ازم نداری. باشه، خداحافظ. عزیزم برسونمه. خفش و عاشق حفظی. Okay, thank you. Has the money been transferred? Yes, it's been transferred overseas. It should be in your account any moment. Relax, Sabro. I can't until it's done. Yes, the transfer is completed.
right, Miss Inanner? Now I can have a coffee. مبارک باشه. خیلی مبارک باشه. احساس میکنم توی دوی ماراتون اول شدم. تو یا من؟ دوستان عزیز، دوستان عزیزم، یکم آروم‌تر. ممکنه این سالن بغلیه جلسه چیزی باشه. گونه یم اومد. کمیسر، تو اینجا چی کار میکنی؟ همینطوری. آها، همینطوری. خوش اومدی. همه قبل از من اومدن که. آره، منتظر تو بودیم. 20 دقیقه هست که وایستادیم. کوزی، تو به من گفتی رأس 11. گفتم 11؟ ای بابا، باشه، ما هم تدارکاتو چیدیم. بعد شد مگه؟ چیه؟ تو از هیچی خبر نداری مگه نه؟ ای احمق، تو یه نقشه ای داری. کوزی، میخوای چی کار کنی؟ بگو. دستتو بکش ببینم. کوزی، آبرو ریزی نکن جلو اینا. آدم باش پسر خوب، اگه نه دک و دهنتو میریزم به هم. جمره خانمم قراره تشریف بیارن؟ نه خیر، ایشون تشریف نمیارن. خودتون خواستین که این مصاحبه رو انجام بدین؟ راستش بله. بله، راستش این مصاحبه رو برادرم خواستن که انجام بدن، نه من. اگه بخوام خیلی رو راست باشم، من از شما دلخورم، چون که خبرایی که حقیقی نیستن رو باور کردین و همه جا پخش کردین. اینم برای خانواده ما یه تراژدی بزرگ شد. بچه‌مون از دست دادیم. یعنی فکر میکنم همه تون در جریانی. ببینین کیا اینجا. این روزا با ورود شرکت سینانر به بازار بورس و دیدارش با شرکت مشهور بین‌المللی SNGC تعجب خیلی ها را برانگیخته است. تا دقایق دیگر. تو رو خدا قیافه اینا رو نگاه کن. نه جون من، نگاه کن. همشون مثل جن‌زده‌ها شدن. نبودی، باید گونه یا میدیدی. در که از پشت باز شد، برگش پشت سرش نگاه کرد، اینجوری شد صورتش. وای که بیچاره شدم میروی، وای که بیچاره شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی. حالا یه چیز دیگه تعریف میکنم. چیز رو باید میدیدی، اونجا یه یارو خارجیه بودش، اینجوری میکرد، ور 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 ور. قیافه ابرو رو نگاه کن، موهاش شاخ شده، چشمش هم گود افتاده، مثل گربه که زیر بارون خیس شده. اینطوری نگاه میکرد. تو رو خود بابا نگاش کن، نگاش کن قیافه باریشو ببین، قیافه رو ببین. تو رو قرآن، انگار بلای آسمونی نازل شده. میدونی فقط من از این میترسم که اینا یه وقت بلای جونت بشن. کوزه شکر خوردم، ببخشید بابا. چنین چیزی مگه میشه؟ گول زدن آدم‌ها به همین راحتی است مگه؟ دور زدن مردم مگه به این آسونی است بابا؟ بیا دیگه، مردم گول زدن، آخر عاقبتش همینه دیگه، همشون اینطوری مثل گاو نگات میکنن. به من میگن مدیر کارهای بیخودم. دیدن چطوری مدیر کارهای بیخودشون شدم؟ از شطور گنده ترش فیله. گنده تر از فیل چی داریم ها؟ خیلی خوب آقا فیل، چایی که بخور، سرد شد. تو رو خدا وایسا بابا، بذار با خیال راحت یه نگاه به این عکس بندازم، به وجد بیام. انقدر به وجد اومدم، انقدر حال کردم که میتونم این استکان چایی رو هم بخورم. ببینش خیلی حال میده بابا. تازه گوشم هم داغ شده. گوشم رو دست بزن بابا، ببین چقدر داغ شده. میتونی روش تخمق بپزی. الان با چه احساساتی دارن از من یاد میکنن. واقعا توضیح دادنش برای من خیلی سخته. مهمونتون تشریف آوردن خانم.
عزیزم تو خودتو اصلا ناراحت نکن، ما درستش میکنیم. لطفا بانو رو تنها نذارید. نه مامان، میخوام تنها باشم. نمیخوام هندان خانم بفهمه، توجهش منو ناراحت میکنه. باشه. ابرو خانم. بعدن هندان خانم. خواهش میکنم، بانو میخواد تنها باشه. خوش اومدی. ممنونه. خواهش میکنم بفرمایید. چه خونه قشنگی داری. چشماتون قشنگ میبینه، نظر لطفتونه فوق‌العاده است. دوستش دارم. جون تو الان حسابی دارن جوش میارن، آتیشم. فکر کردم همه چی ردیفه، یهو دیدن اوضاع پسه. من که سر در نمیارم، ولی معلومه چوب توی لونه زنبور کردی. داستانو واسه همه روشن کردم. بذار اونجا من برش میدارم. بدش. آه جان کاتمن اغلوه. الو آقای جان. صبح بخیر. روزنامه ها رو دیدی؟ آره معلومه که دیدم. نظرت چیه؟ پیغامو درست گرفتم درسته؟ من توی این کار دخیل نبودم. خبرداری که تو خودت همه کارا رو کردی. خیلی زایست این حرفت. اسم تو رو هیچ وقت وسط نمیارم، از طرف همه خیالت راحت باشه. مشکلی نیست، اینو مطمئن باش. ببینم تو زنگ زدی به باریش باش صحبت کنی؟ صبح خودش زنگ زد، گفت SNCG حمایتشون میکنه، از نظر خودش کارشو توجیه کرد. عجب، دروغ به چه گندگی. معلومه میخواد منو قانع کنه، مشکلی وجود نداره. حتی میگه این هفته قراره بیان برای تکمیل بازرسی. آخه چطور این همه پیش رفتن؟ کاراشون که رو شده. آره ولی الان به SNCG بدهکار شدن. خوش اومدی، بیا. کارا خیلی درهم شده. آره بانو چطوره؟ زشته بابا، گفتم که مشکلی نیست. تو خیالت راحت بشه، فقط الان بایستی برم، یه خورده کار دارم باید انجام بدم، بعدم میبینمت. واسه بچه ناراحت شدم. پس فعلا خداحافظ. حدس میزدم. شما خیلی جوونین، بازم میشه، نگران نباش. فکر میکردم با مخ میخوره زمین. خوش اومدی. تبریک میگم. ایوال بالاخره کار خودتو کردی، عقلم غالب شد. با تمام نادونیات کوزه ای تو از من موفق‌تر شدی، به تبریک میگم پسر. من چشم تو رو باز کردم. چشم تو زیر سایه تو دیگه هیچ سنمی با شرکت سینانر ندارم.